اولین حکم انتصابی که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران صادر کرد، حکم معاون اولی برای محمد مخبر بود. 17 مرداد 1400. محمد مخبر 15 سال اخیر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بوده. امپراتوری مالی و اقتصادی که نه نظارت مجلس روش بوده، نه سازمان بازرسی، نه مالیاتی داده، نه به بودجه کشور ربطی داشته. یک امپراتوری کاملا خودمختار اقتصادی با گردش مالی سالانه بیش از 100 میلیارد دلار که فقط به رهبر جمهوری اسلامی گزارش میده. یک اتفاقی افتاد بعد از اعلام، حالا برمیگردم این ستاد اجرایی، یه اتفاق افتاد بعد از اعلام معاون اولی محمد مخبر که قبلا هیچ وقت سابقه نداشت تو جمهوری اسلامی. تبریک فرماندهان ارتش به محمد مخبر. شما قبلا دیده بودین تو دولت‌های قبلی که فرمانده‌های ارتش به ویژه و سپاه و اینا اصولا نیروهای مسلح بیان به معاون اول تبریک بگن که مبارک شما شدین معاون اول. و جالب اینه که تو این پیام‌ها هیچ اسمی از ابراهیم رئیسی برده نشد. همه میدونن که مخبر گماشته مستقیم خامنه‌ای است و تبریک به او در واقع چاپلوسی خامنه‌ای است. فرمانده کل ارتش انتصاب دکتر محمد مخبر به سمت معاون اول رئیس جمهور را تبریک گفت و گفت ارتش آماده است تا در تحقق تدابیر راهگشای مقام معظم رهبری و خدمت به مردم عزیز کشورمان همکاری و همافزایی مطلوبی با دولت محترم داشته باشد. اینو به معاون اول میگه. افسون بر فرمانده ارتش، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم پیام داد، رئیس ستاد بله باقری، با اعلام آمادگی برای تقویت و توسعه همکاری های نیروهای مسلح با قوه مجریه، عزت و سربلندی آن برادر سخت کوش یعنی محمد مخبر و مصمم در این سنگر خطیر تحت عنایات حضرت ولی عصر و منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای فلان و سیاست‌های دولت 13 را از درگاه خدای منان طلب می‌کنم. رئیسی تو این پیام‌های تبریک غایبه. و یه نکته هم بگم، جالبم همین که قبل از اینکه اصلا همین محمد مخبر حکم معاون اولش از ابراهیم رئیسی بگیره، هر کسی که میومد در مستر کار، محمد مخبر تو همین یه هفته قبل از گرفتن حکمش محمد مخبر بهش تبریک میگفت. مثلا تبریک گفت به اژه‌ای به مناسبت اینکه اژه‌ای شد به حکم حضرت امام خامنه‌ای شد رئیس قوه قضاییه، محمد مخبر اومد بهش تبریک گفت. اون یکی فلان باز محمد مخبر. این تبریک ها، انتشار پیام تبریک، همیشه برای نمایش همدلی و همراهی و حمایت و در ضمن بیان جایگاه ها هم هست دیگه تو این سیاست بی پدر و مادر. این جایگاه مخبر رو به عنوان تضمین کننده حضور لحظه به لحظه خامنه ای در هیئت دولت نشون میده قبل از هر چیز. و از دو جهت هم اهمیت داره. یکی اینکه سیاست های خرد و کلان رهبره که در دولت تبیین و تصمیم گرفته میشه و اجرا میشه به واسطه مخبر. و دوم اینکه به هر حال از رویارویی رئیس جمهور جدید با رهبر پیشگیری میکنه. سعی میکنن حالا به این صورت که ماجرای رئیس جمهور قبلی پیش نیاد یا کمتر پیش بیاد. این در واقع ادامه همون برنامه رئیس جمهور کردن رئیسی است. وقتی عرصه جنگ قدرت رو تو انتخابات ریاست جمهوریشون همین دفعه با رد صلاحیت علی لاریجانی خالی کردن و رئیسی شد تنها گزینه، بقیه که روشن بود همه سیاهی لشکرن. خب این در واقع الان ادامه همون وضعه. باری محمد مخبر متولد 1334 در دزفول توی خانواده مذهبی سنتی، بابا شیخ عباس مخبر روزخون بود، در واقع شیخ عباس مخبر دزفولی. انقلاب که شد چند سالی بود که دو تا گروه منصورون و گروه حزب الله تو خوزستان
بیشتر دزفول، اهواز و خرمشهر و مسجد سلیمان از بیاد بچه حزب الله یا شکل گرفته بود، کسایی که با شروع جنگ بعداً شدن از فرمانده های سپاه، از محسن رضایی گرفته تا محمد جهان‌آرا و اسماعیل دقایقی و علی شمخانی و احمد آوایی، داداش این وزیر دادگستری دولت روحانی. یه عده‌شون تو جنگ کشته شدن، اونایشون هم که موندن یا تو دستگاه قضایی کاری شدن و تو قتل عام زندانی های سیاسی دهه 60 دست داشتن، به ویژه مثل برادران آوایی که یکیشون عرض کردم شد وزیر دادگستری روحانی، علیرضا آوایی، و یکی دیگرشون احمد آوایی، همین الان نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس. یه عده‌شون هم موندن تو سپاه مثل شمخانی و محسن رضایی و محمد فروزنده. محمد فروزنده بعدن شد رئیس بنیاد مستضعفان. محمد مخبر که به واسطه بابای روزخونش دورور گروه منصورون دزفول بود، دورور میگم برای اینکه هیچ جای اسمی ازش به عنوان عضو اصلی منصورون که گفتم اعضای اصلیش بعداً از فرماندهای سپاه در جنگ بودن و قبل از انقلاب هم دوستاشون افتادن زندان و اینا، هیچ جای اسمی از محمد مخبر نمیبینین با توجه به اینکه زمانی که انقلاب میشه مخبر 23 سالشه در واقع. دورور این گروه بود، موقع جنگ شد مسئول بهداری سپاه در دزفول، بعد شد معاون مخابرات دزفول و مخابرات خوزستان و معاون استانداری خوزستان که محسن رضایی در واقع بردش به استانداری خوزستان، کردش معاون استانداری. سال 87 که محمد فروزنده به حکم خامنه ای میشه رئیس بنیاد مستضعفان و 15 سال هم تو ریاست بنیاد میمونه، محمد مخبر رو میاره برای دل خودش، میکنتش معاون بازرگانی بنیاد مستضعفان. یعنی اون جمعی که اول بود از اون گروه منصورون و اینها، محمد فروزنده که آدم گردن کلفتشون بود میاد میشه معاون، میشه رئیس بنیاد مستضعفان و خب چیز رو برمیداره میاره آقای مخبر رو. هیچ ربطی این کار مخبر، یعنی معاونت بازرگانی بنیاد مستضعفان، به بهداری دزفول و بعد مخابرات دزفول و مخابرات خوزستان و اینا نداره. خب نداشته باشه. این باند سپاهیای خوزستان باید دور هم جمع بشن تو مراکزی که مخصوصا بخور بخورهای کلون بیش از بقیه جاهاست. محمد فروزنده که بهبهانی است، اون آدم مهمیه تو نظام، از اول بوده، رئیس ستاد کل سپاه پاسداران بوده، جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح بوده، وزیر دفاع بوده تو دولت رفسنجانی، 15 سال هم است که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به حکم رهبر معظم است، یکی از ثروتمندترین آدمای نزدیک به مؤتلفه و به رهبر جمهوری اسلامی همین محمد فروزنده است. این آدم پشت محمد مخبر بود از زمان جنگ، با آوردنش به بنیاد مستضعفان و ناگهان پست معاونت بازرگانی این بنیاد بیدر و پیکر معظم رو بهش دادن، یعنی مقدمه فرستادنش به نهادهای بالادستی بیت رهبر رو فراهم کردن، جایی که خود محمد فروزنده این ارتباطات و جایگاه رو داشته است. همیشه سال 1386 ناگهان به حکم خامنه ای محمد مخبر می شود رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، تا همین هفته پیش که شد معاون اول رئیس. ببینید نهادهای گردن کلفتی هست که هیچ کس جز نایب امام زمان نمیدونه که اینا چی کار میکنن، دخل و خرجشون چقدره، چقدر پول دارن، کجا خرج میکنن، هیچی هیچکی نمیدونه، چون نه حساب کتاب اینا در سازمان امور مالیاتی ثبته، نه دفاترشون رو تو سامانه هوشمندی مثلا ثبت کردن که بشه بهش دسترسی داشت مثل همه جای دنیای متجدد، نه به هیچ نهاد مثلا انتخابی مردم یعنی رئیس جمهوری و مجلس اینا پاسخگو هستن، فقط به پیشوا پاسخگو هستن. فقط کل مالیاتی که ستاد اجرایی و بقیه سازمان‌های زیر نظر رهبر به دولت میدن، کلهم اجمعین 0.8% درآمد مالیاتی کشوره. اون تا حجم اقتصادیشون 41% اقتصاد کشوره.
مردم بدبختن که باید مالیات بدن، کارمندای دولتن که اتوماتیک از حقوقشون برداشته میشه مالیات. ستاد اجرایی فرمان امام شاید مهمترین نهاد غیر شفاف غیر پاسخگو در ایرانه. اولین کسی رو که ابراهیم رئیسی بهش حکم داد برای کابینش رئیس این نهاده. دیگه این اول کارشه. در ستاد اجرایی فرمان امام قبل از محمد مخبر محمد جواد ایروانی رئیس ستاد اجرایی بود 10 سال. بعد ریاست ستاد رو به حکم خامنه‌ای به محمد مخبر تحویل داد و خودش شد معاون نظارت و حسابرسی دفتر آیت الله علی خامنه‌ای. یعنی این دور بسته و محرمانه دخل و خرج ستاد اجرایی و دفتر پیشوا چه در داخل کشور و چه در مناطق جهادی پرور و تروریست پرور جمهوری اسلامی، این دور بسته و محرمانه دخل و خرجش فقط باید بین چند نفر بمونه، کسایی که پیشوا بیشترین اعتماد رو بهشون داره و بیشترین اطمینان و از سوداوری کارهایی که میکنن. یکی از سوداوری ها این است که وقتی شدی رئیس ستاد اجرایی فرمان آقا امام خامنه ای، دست کنی تو جیب مردم و به اسم ستاره مربع و این پرت و پلاها روزانه هر روز میلیاردها تومان بریزی به کیسه خلیفه مسلمین جهان. فقط یه تلویزیون تو مملکت هست قانونن که مال رهبر، یه شرکت مخابرات هم هست فقط که اونم مال رهبره، یعنی مال ستاد اجرایی فرمان امامه. خب با کمک هر دو نهاد میشه هر دقیقه کلی پول مردم بدبخت رو چاپید. چجوری؟ از طریق سرویس های پیامکی ارزش افزوده. میری تو همین یه دونه تلویزیون تو سیماشون، میری تو هر برنامه تبلیغ میکنی، از برنامه نمیدونم مهران مدیری گرفته تا نمیدونم یه عدد فلان اضافه کن به فلان به اعداد یا ستاره مربع فلان تا برنامه نمیدونم ببینین دیگه، یه گزارشی از آقای محمد جرجندی کارشناس جرائم سایبری که لطف کردن اختصاصا برای این برنامه اینو تهیه کردن که البته متول و مفصل تر از اینی بود که الان دارین میبینین. خب ما برای پخش دیگه در این حد کوتاش کردیم که باری آنچه که قابل فهم باشد من و شما بتونیم بفهمیم از این موضوع. شرکت های خاص اپراتور شروع کردن مسابقات پیامکی برگزار کردن تا اینکه مردم رو عضو سرویس های ارشدافزوده بکنن. باید برگردیم به سال 91 تا 94-95 که اصطلاحاً اینا از سرویس های 2G یا همون پیامکی اینجوری سوء استفاده می کردن. شما الان مثلا شرکت بیپ رو می بینید، یکی از بزرگترین شرکت های ارشدافزوده ایران، که مسابقاتی رو اینا برگزار میکردن. برای شرکت در مسابقه باید عدد 1 رو مثلا به یه سرشماره میفرستادی، جوایز خیلی نفیسی هم برش میذاشتن و هدف نهایی از تمام این مسابقات و این کاری که اینا میکردن این بود که افراد بیشتری رو عضو سرویس بکنن. شما بعد از اینکه عضو این سرویس میشی روزانه 500 تومان، 100 تومان، 200 تومان، 300 تومان بسته به سرویس از شارژ شما کسر میشه و خب برد اینها هم روی افرادی بود که از این سرویس بعدن خارج نخواهند شد، یعنی به امید گرفتن جایزه وارد میشن و کاملا قمار و بعد هم روزانه یه پولی از اینا کسر میشه. بریم جلوتر، انواع اقسام تبلیغات رو شما روی سرویس های 2G یا همون پیامکی میدیدید. الان نمونه های مختلفش رو من اینجا چند تا رو براتون گذاشتم. سلام داداش خوبی، سجادم، زود کد فلان رو به فلان بفرست، سارج میده. زود فلان رو به فلان بفرست و خلاقیت های مختلفی که شرکت ها به خرج میدادن برای اینکه قربانیان بیشتری رو عضو این سرویس ها بکنن. این شما اصلا الان نمیدونی حتی این سرویس چیه، فقط اینکه تشویق میکنه مردم رو که فقط یه عددی رو به یه عددی بفرستن تا اینکه هر کس این عدد رو بفرسته دیگه روزی 200 تومن 300 تومن تا 500 تومن ازش کسر میشه و خبر نداره. بریم جلوتر ببینیم که اصلا ساختار اپراتور چجوری عمل میکنه. این اپراتورها همراه اول ایرانسل رو من اینجا آوردم
به عنوان اپراتور اصلی، اینها یه شرکت های مادری این پایین داشتن به اسم شرکت های اگریگیتور. اینجا من چند تایشون آوردم. این شرکت ها شرکت های کاملا رانتی بوده که بین خودشون تقسیم کردن، و بعد هم شرکت هایی که اصطلاحاً بهش میگفتن شرکت های سی پی، یعنی شرکت هایی که قرار بوده سرویس برای مردم تولید بکنن، سرویس هایی رو بر بستر اینترنت و حالا اپراتور درست بکنن، و اینا بهشون میگفتن سی پی. شرکت هایی که قرار بوده این سرویس ها رو مدیریت بکنن و ارتباط بگیرن با اپراتور رو بهش میگفتن اگریگیتور. شرکت های اصلی پس اگریگیتور بودن، اونایی که بیشترین سود رو میگرفت. یه نکته توی لیست اسم این شرکت ها هم باید توجه کنید که اکثرشون ثبت شده در مناطق آزاد تجاری هن. علتش هم معافیت 25 سال است، یعنی همون 2000 مالیاتی هم که به دولت قرار بوده پرداخت کنند رو هم پرداخت نکردن. ما چند تا از این اگریگیتورها رو با هم دیگه ببینیم. مثلا اگریگیتور همراه وس، اینجا سمت راست می‌بینیدش. اگریگیتور همراه وس وابسته به بنیاد تعاون سپاه با مدیریت آقای موسا خاجویی گوکی، اسمشون رو به خاطر بسپرید. این طرف میام میبینیم اگریگیتور مبینوان کیش. مبینوان کیش اگریگیتور مستقیم ستاد اجرایی فرمان امام. خب این که بد نیست، بالاخره این دوستان هم فعالیت کردن و خدمت کردن به کشور. بریم ببینیم خدمتشون چی بوده به کشور. قبلش یه دونه دیگه اگریگیتور رو ببینیم. اینم اگریگیتور تلپروموس مربوط به آقای محمود خردبین. تعجب نکنید، ایشون بله، ایشون محمود خردبین فوتبالیسته که البته الان دیگه فوتبالیست نیست. ایشون یکی از شرکت‌های رانتی اگریگیتور هم مال ایشونه. عکسش رو اگر جستجو کنید در کنار آیه مخبر زیاد می‌بینید، و به همین دلیل یه شرکت خوشگل هم به ایشون داده شد. خب خدمت این عزیزان رو می‌خوام چند تا شما بررسی کنیم. ببینیم مثلا همراه واس چه خدمتی کرده. تبلیغات گیگ رایگان در اینترنت رای خاطرتون باشه، الان این تبلیغ مثلا ما رو همراه واس. دوستان لینکی که این پایین گذاشتم واسه اتون رو سر بکشید بالا به شمارتون رو ثبت کنید. به همه دو بسته اینترنت 12 گیگی و 6 گیگی یعنی 18 گیگ اینترنت هدیه میدن. زمانی که شمارتون رو ثبت کردید و دوتا کد رو وارد کردید 100% اینترنتتون رو میگیرید. میدید که به عشق کنید باش، هر کسی هم که این اینترنت به این مال مبینوانه واسه من تو دایرکت بفرسته، من واسه جستوری کنم. سلام بچه‌ها، سه قبلا بودن که به شما اینترنت میدادن اگه شما توی قاطیشون برنده میشدید. الان یه سرویس جدید اومده، اسمش پیکاپه، و به شما دوتا 24 گیگ اینترنت قطعی هدیه میده. یعنی بچه‌ها یه چیز خفن پیدا کردم، خیلی دوست دارید بدونید که کیا میان اینستاگرامتون رو چک میکنن اما فالوتون نمیکنن. فوزولا، پیگیرا و عاشقاتون رو میتونید چک کنید. لینکو میذارم پایین، بکشید بالا برید حالش رو ببرید، حتی با عناوین جعلی. بریم ببینیم که آقای ست صابر امامی به عنوان مدیر عامل مبینوان کیش ایشون نظرش چیه. ببینید ایشون یک جای اعلام کرد که ما 6 میلیون کاربر داریم در پلتفرممون، سرویس های محتوایی. شما که این ویدیو رو میبینی به عنوان مردم ایران مطمئنم که هیچ وقت اسم مبینوان رو نشنیدی. توجه کنید شرکت مبینوان با شرکت مبین که اینترنت میده دوتا شرکت متفاوت هستن. سرویس های محتوایی 6 میلیون کاربر، اینا 6 میلیون قربانی بودن که روزانه پول میدادن به این عزیز با اون تبلیغاتی که اونجا دیدید. البته من یه دونه نظرسنجی هم گذاشتم که با توجه به اینکه ایشون میگه 6 میلیون کاربر داره، آیا شما جزو استفاده کننده های خدمات این شرکت هستی؟ که نتیجه نظرسنجی رو اینجا می‌بینید. اما اقسام تبلیغات اینترنتیشون در اینترنت پر بود. 12 گیگ اینترنت رایگان که همه‌شون هدفش گرفتن شماره موبایل شما بود برای عضویت در یه سرویس بی‌ارزش. خب آقای ست صابر امامی امروز نایب رئیس هیئت مدیره هستند در شرکت گسترش الکترونیک تدبیر ایران، برخلاف اون چیزی که ستاد اجرایی همیشه اعلام کرده که ما هیچ وقت نقشی در ارزش افزوده نداریم. شرکت مبینوان کیش شرکت زیرمجموعه گسترش الکترونیک تدبیر ایران بود و هست که آقای ست صابر امامی تو اون تاریخ مدیر عاملش بود. الان آقای ست صابر امامی تشریف آوردن در شرکت مادر، شدن نایب رئیس هیئت مدیره. بریم سراغ اوج ماجرا. اوج ماجرا زمانی اتفاق افتاد که همراه اول تصمیم گرفت برای کسب درآمد بیشتر در یک قرارداد کاملا انحصاری تمام تبلیغات صدا سیما رو یک جا ازش بخره.
یعنی یه قرارداد 3 ساله با صدا سیما بست که طبق اون قرارداد قرار شد سالی 1000 میلیارد تومان به صدا سیما پول بده، ولی تمام تبلیغات، تمام باکس‌های تبلیغاتی صدا سیما کامپلت برای شرکت توسکا باشه. ببینید چه انحصار وحشتناک. اعضای شرکت توسکا از همون ابتدا این سه فرد بودن: کاوه اشتاردی، ابوذر مهرمنش و محمد کرمی. آی کاوه اشتاردی 5/12/96 وارد شرکت شد. شرکت هم فعالیتش دقیقاً از ابتدای 97 بوده. امروز که من دارم این ویدیو رو میسازم، ایشون عضو هیئت مدیره هستش در مؤسسه بنیاد احسان ستاد جای فرمان ما، در کنار رئیس عزیزش آقای مهرداد وسپوش. مؤسسه بنیاد احسان ستاد جای فرمان ما هم زیر مجموعه مخبر که امروز معاون اول رئیس جمهور هست. بریم ببینیم که توسکا چی کار کرد. فروردین 97 توسکا شروع کرد. تمام برنامه‌های نوروزی صدا سیما شد تبلیغ روبیکا و ستاره سه مربع. نمونهش رو ببینید. در این دوره از مسابقات مردان آهنی ما مسابقه خاصی رو برای شما بینندگان عزیز در نظر گرفتیم که با ارسال عدد 1 به 50 950 میتونید یکی از بینندگان خوش شانس ما باشید که جایزه 1197 میلیون ریالی رو ببرید. عدد 1 رو به 50950 ارسال کنید و شانستون رو امتحان کنید. ستاره 3 ستاره 44 مربع رو سریع شماره گیری کنید. ستاره 3 ستاره 44 مربع برکش 20 میلیون تومانی رو در حال حاضر خواهیم داشت. ستاره 3 ستاره 12 مربع، ستاره 3 ستاره 39 مربع، 2 تا 30 میلیون تومان جایزه میدیم تا 100 میلیون کامل بشه. اینقدر مردم شکایت کردن و اینقدر رسانه ها نوشتن از طریق همین گزارش هایی که دیدین و این شکایت ها رو منعکس کردن تا بالاخره این سیستم کلاهبرداری برچیده شد. اما تو گزارش آقای جورجندی شنیدین که سالی 1000 میلیارد تومان توسکا یعنی ستاد اجرای فرمان ما قرارداد بسته که به سیمای جمهوری اسلامی بده و انحصار همه تبلیغاتش رو داشته باشه. ما کاری به بقیه تبلیغات نمیدونم سیم ظرفشویی و نمیدونم فلان و فلان و اینا نداریم. تو این مدت فقط از طریق همین حق بازی، همین کلاهبرداری، از طریق همین ستاره مربعها 13,000 میلیارد تومان از جیب مردم در از حساب مردم برداشت. 13,000 میلیارد تومان. حتی اگه ما بگیریم که 7 سال داشت این کارو میکرد، حدوداً 1000 میلیارد داد میشه 7000 میلیارد، 13,000 میلیارد گیرش اومد. سالی 1000 میلیارد دیگه، 13,000 میلیارد گیرم. میگم این فارغ از تبلیغ نمیدونم مامان جیم جیم و سیم ظرفشویی و اینجور چیزا، فقط سر همین تبلیغات پیامکی. این وقت ببینین این ستاد اجرایی یعنی این دزدی آشکار مال کیه؟ زیر نظر کیه؟ به کی گزارش میده؟ رهبر مسلمین جهان که جلوی هر نجس و پاکی میکنه، جلو هر نجسی رو میگیره، از جمله مثلا واکسن های کرونا که از آمریکا و انگلیس میاد و شیطانی است و نمیدونم هر کاری میکنه برای اینکه تقوای خودش به عنوان رهبر مسلمین جهان نشون بده و بتونه فتواش نافذ باشه در بین همه مسلمین جهان. این حقه بازی مال اون آدم به کی بگه؟ کلش رو میگم به کجا بکوبه که بابا همین تعداد اندکی که در ایران هستن و هنوز آقا رو امام خامنه ای میدونن به خودشون بیان. رئیس حقه بازی دنیا، رئیس دزدای دنیا، چقدر عجیب خودتون برداشتن که دارین این برنامه رو نگاه میکنین با همین ستاره مربع و با تبلیغات پیامکی. رفته تو جیب ستاد اجرایی فرمان امام خامنه‌ای. هیئت مدیره ستاد اجرایی فرمان امام اینا هستن: مصطفی خامنه‌ای پسر بزرگ رهبر معظم، محمد ایروانی وزیر سابق اقتصاد و دارایی و رئیس سابق ستاد اجرایی، که البته این محمد ایروانی اصلا یکی از تئوریسین‌های اقتصاد مقاومتی آقا امام خامنه‌ایه.
و یه نفر دیگه در هیئت مدیره ستاد اجرایی فرمان ما محمد شریعت مداری که وزیر دو دولت حسن روحانی بود و البته عضو هیئت امنا و همه کاره شاه عبدالعظیم که رئیسش ری شهری است هم هست. ری شهری حاکم شهر دادگاه انقلاب وزیر اطلاعات در دهه 60. روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت شماره 836 نوشته است افرادی که خامنه ای در ستاد اجرای فرمان امام مسئولیت های بالا بهشون داده افسون بر چند تایی که عرض کردم اینان: محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه ای، حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان، حسین علی نیری حاکم شرع زندان اوین در دهه 60، اون آدم خوار معروف. محمد مخبر که رئیس این ستاد بوده تا همین قبل از اینکه به شما گفتم اول، تو هفته پیش، تو هر سازمان و مؤسسه مهمی حضور داره، عضو هیئت مدیره بانک سینا، سامان و بانک پاسارگاده که 35,000 میلیارد تومان سرمایه بانک پاسارگاده، ارزش بانک پارسیان که ستاد اجرایی آقای امام خامنه‌ای سهامدار اصلیشه 2 میلیارد دلار. اینا رقمایی که خودشون اعلام کردن ها، یعنی رو نت هست، میتونیم بریم ببینیم. ستاد اجرایی طبیعتاً ستاد پولشویی بزرگ هم هست، مخصوصاً به دلیل قاچاقی که صورت میگیره، به دلیل دور زدن تحریم ها، به دلیل کمک‌های مالی که به گروه‌های جهادی و تروریست و اینا میشه. پولشویی و روابط پولیش رو ستاد اجرایی تو بانک‌های خودش طبیعتاً انجام میده که تو اون بانک‌ها مثلا سهام داره ولی کل بانک دستشه، از بانک پارسیان و پاسارگاد گرفته تا سینا و سامان و آینده و اینا. طبق اساسنامش کارسازی و روابط و سازکار اقتصادی ستاد اجرایی با گروه توسعه اقتصادی تدبیره. درآمدش هم مثلا از طریق بنیاد برکت خرج میشه، خرج عام المنفعه میشه. بنیاد برکت رو محمد مخبر را انداخت در دل ستاد اجرایی فرمان امام. یکی از بخش‌های مهم بنیاد برکت صنایع دارویی است. میدونید که الان در جهان بعد از صنایع نظامی، صنایع دارویی از سودآورترین صنایع هستند دیگه. و به گفته حمیدرضا جمشیدی رئیس هیئت مدیره گروه دارویی برکت، گروه دارویی برکت تا 14% داروی کشور را تولید می‌کند. به هر حال انحصار تولید واکسن کرونا هم با اون سر و صداهایی که در خبرها حتما شنیدید گرفت همین بنیاد برکت. چرا؟ چون قطعا میتواند همین یک قلم بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام تبدیل کنه به ثروتمندترین فروشنده واکسن و داروی مربوط به کرونا در ایران. حالا این انحصار گرفت و جاهای دیگه چیکار کرد؟ عملا 22 مهر 99 مخبر آمد گفت در ساختن واکسن کرونا کلی پیش رفتیم، کار رو داریم تموم میکنیم، تست حیوانیش هم تموم شده و موفق بوده. امامش هم آمد دقیقا همینو گفت و گفت کمک باید بکنید، ناامید نشید. بر پای همین خاله بندی ها بهترین واکسن های مورد تایید سازمان جهانی بهداشت رو ممنوع کرد آقای خامنه ای. ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم. بله، فکر میگرم واکسن برکت در میاد دیگه و همه حالا کاری نداریم. مرداد 1400 همین ماه که با آمار رسمی روزی بالای 600 نفر و آمار غیر رسمی حداقل 2000 نفر دارن از کرونا میمیرن، همین خامنه ای میاد میگه میلیون ها دوز واکسن باید از هر راه ممکن وارد بشه. ولی برای اینکه اینو بگه ببینیم چه حق بازی آخوندی میکنه، چجوری لقمه رو دور سرش میگردونه. انگار نه انگار که نزدیک 2 ساله که با جلوگیری از ورود واکسن کرونا مردم بیدفاع رو به کشتن داده، حالا گونه های جهش یافته کرونا مسئله شده، نه خود کرونا از نظر اون اینا دوتاست. تو این 1 ساله نمون گذشته انگار اصلا هیچ مسئله ای نبود کرونا. خب بیماری
وحشی طغیان کرده، نه فقط در ایران بلکه در همه جهان تقریبا یک دوران طغیانی رو داره میگذرونه. طبیعتا وقتی که بیماری، ویروس، دشمن شکل جدیدی پیدا میکنه، آرایش دفاعی ما و شیوه کار ما هم بایستی تغییر پیدا کنه. او با شیوه جدیدی وارد میشه، ما بایستی شیوه نامه و روش های جدید و مستحکم و مواضع محکم رو باید اتخاذ کنیم برای مقابله با این بیماری که امروز یک خطر عمده است. و مسئله بیماری کرونا امروز به نظر من مسئله اول کشور، مسئله فوری و فوتی کشور است که بایستی دنبال بشه. اول میگه بیماری وحشی طغیان کرده، نه فقط در ایران، در همه کشورها، ولی نمیگه که در همه کشورها در همین وضعیت فعلی دیگه آمار کشته ها بالا نمیره غیر از ایران، چون تو اون کشورها بیش از 50% جمعیت واکسن زدن. فریاد میزد و میزنه هنوز سازمان جهانی بهداشت که باید کشورها بیش از 50% جمعیتش واکسن بزنن تا بتونه جلوی کشته ها گرفته بشه. ببینید نمودار چند تا کشورها که نسبت به جمعیتشون مثل ایران آلودگی بالایی دارن، یعنی آلوده به کرونا شده اند، و ببینین خط بالای آبی رنگ مال ایرانه. ببینین از 40 روز پیش، اول جولای، چگونه آمار کشته های کرونا فقط در ایران جهش افزایشی پیدا میکنه. تو بقیه جا اینطور نیست، بقیه جا هم آلوده میشن ولی دیگه کشته ها افزایش پیدا نمیکنه، فقط ایرانه. یعنی این فاجعه رو چجوری و کجا کی ثبتش بکنه که این آخونده بفهمنش، میفهمنش، عمدن دارن این کارو میکنن. ویروس کرونا از اول مسئله اول کشور و مسئله فوری فوتی بود که باید دنبال میشد و خود تو نذاشتی هست آیت الله خامنه ای که پیشگیری بشه. خود تو گفتی اصلا مسئله نیست، این مسئله همه کشورها زودن جمع میشه، هیچ یادش نرفته این سخنرانی مشایخ جناب عالی رو. و الان هم اصلا عذرخواهی از مردم داغدار و همچنان در معرض کرونا در قاموس جناب عالی مثل بقیه آخوندها وجود نداره. امکان نداره بیای بگی من اشتباه کردم که کرونا رو دست کم وانمود کردم، خیانت کردم به مردم که جلو واردات واکسن های معتبر سازمان بهداشت جهانی رو گرفتم. بعد حالا که تازه از نظر شما شده مسئله اول کشور، چی دستور می‌فرمایین؟ ببینید خوب توجه کنیم به حرفای خامنه‌ای که میگه مسئله اول کشور شده، بعد دستور میده چی دستور. ببینید هیچ چی نمی‌فهمین که با چه مقدمه‌ای میخواد بگه واکسن وارد کنین هر چی میتونین هر جا. مقدمه هیچی نمه، مشکل از فهم من و شما نیست، تا مشکل از دست و پا زدن رهبر معظم در موقعیت پیچیده ایست که خودش به وجود آورده. کلی آسمون ریسمون میکنه که فقط یه چیزو بگه، بگه از هر راه ممکن واکسن کرونا فوری فوتی وارد کنین، چون نه مردم ایران نه جهان دیگه این وضع رو تحمل نخواهند کرد. هیچ حرفی نمیزنه خامنه ای تو این سخنرانی که کرد همین هفته از ممنوعیت واکسن آمریکایی و انگلیسی، هیچ نمیگه. و چون این یک ضربه سخت واقعیت به ملاجش بوده، چنان گیج و بی‌ربط حرف میزنه که میگه واکسن داخلی تولید شد و این کمک کرد به وارد کردن واکسن از خارج. شما میفهمین یعنی چی آخه؟ گوش کنه. خب خوشبختانه در داخل تولید واکسن انجام گرفت و تولید داخلی به نحوی موجب شد که واردات خارجی هم آسان‌تر بشه، همونطور که مسئولین این رو بر زبان آوردن و گفتن. یعنی مسئله واردات اینجوری بود که دولت، وزارت بهداشت مبالغی واکسن از بعضی جاها خریده بود، بعضی کشورها و از این کوواکس و غیره، و حتی باهای واکسن ها رو هم پرداخته بود، بعد عهدی کردن ندادن. بعد از آنی که ما واکسن خودمون وارد بازار شد و آمد
و مردم شروع کردن به استفاده کردن، این بهتر شد، یعنی راه واردات باز شد. به هر حال هم برای واردات هم برای تولید داخلی باید تلاش مضاعف بشود و بتوانن واکسن رو هر جور که ممکنه برای همه مردم برسونن. میلیون ها واکسن بایستی در اختیار قرار بگیر. واکسن داخلی هم که میگه تولید شده اینجوری بوده که محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی برکت و فلان و اینا 19 اسفند 99 پنج ماه پیش اومد گفت واکسن رو ساختیم آماده است، فقط موضوع مهم در بحث واکسن برکت امکانات تولید انبوه این واکسن است که تمام این امکانات رو هم فراهم کردیم و ظرف 2.5 ماه آینده دغدغه‌ای تحت عنوان واکسن کرونا نداریم و از اردیبهشت به همه واکسن میزنیم. الان 23 مرداده، هنوز نتونستن 2 میلیون دوز برای کشور 85 میلیونی واکسن تولید کنن. مجوز نگرفتنش از سازمان بهداشت جهانی بماند. حالا توزیع واکسن داخلی و وارداتی و داروهای کرونا که بسیار گرانه دست کیاست؟ توزیع این دست کیاست؟ یکیشون گل پسر محمد مخبره. وحید اشتری روزنامه‌نگار نوشته است همه سمت‌هایی که برای سجاد مخبر فرزند رئیس پیشین ستاد اجرایی فرمان امام ذکر می‌کنند به یک جا مربوط می‌شود، هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد. سجاد مخبر به عنوان مدیر عامل هلدینگ عضو هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه است. شرکت مادر تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد متعلق به بانک پاسارگاد است و خرداد 94 تأسیس شده. بسیاری از بزرگان پولی و مالی ایران را در اینجا میتوان یافت. اعضای هیئت مدیره رزومه های سنگینی دارند. برای نمونه رئیس هیئت مدیره دکتر مجید قاسمی رئیس اسبق بانک مرکزی است. نمونه دیگر آقای سید کاظم میرولد است. از ریاست دیوان محاسبات در مجلس پنجم و ششم و هفتم تا معاونت سیاسی وزارت کشور در دولت 11 و غیره و غیره در رزومه اش. عضو دیگر هیئت مدیره علی عبدالعلیزاده است، نماینده ادوار مجلس دو دوره و استاندار آذربایجان شرقی در دولت سازندگی و اصلاحات و همچنین وزیر مسکن و شهرسازی هر دو دولت آقای خاتمی. حالا بین اینها یک عضو هیئت مدیره هم آقای سجاد مخبر فرزند رئیس ستاد اجرایی فرمان امام است. هیئت مدیره کجا گفتم؟ شرکت مادر تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد که متعلق به بانک پاسارگاده و توزیع این واکسن هم دست اینه، واکسن کرونا و داروهای کرونا و اینا. خب وحید اشتری نوشته است که بین این آدم های متخصص های سجاد مخبر فرزند رئیس ستاد اجرایی فرمان امام است، از قضا علاوه بر عضویت در هیئت مدیره مدیر عامل کل هلدینگ نسیم سلامت هم هست. من هرچه جستجو کردم قبل از عضویت در هیئت مدیره و مدیر عاملی ایشان هیچ رزومه ای ندارد و هیچ جای اسمش نیست. حین سرچ جستجو متوجه شدم اصلا نسیم سلامت اوائل سال 94 تأسیس شده و این جوان دهه 60 قریب 2 سال قبلش تازه از دانشگاه فارغ شده است. احتمالاً این 2 سال رو هم در جایی داشته سربازی اجباری رو می‌گذرونده و بعد یهو بعد از پایان خدمت مدیر عامل چنین هلدینگی با چنان ابعادی می‌شود. اینکه ایشان با کدام رزومه و چطور از بین این بزرگان سر در می‌آورد خب تحلیل نمی‌خواهد. یادتون میارم این آدمو سید محرومان رئیس جمهور فساد ستیز فلان 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 چیزایی که میبندن به دنبش، این بابای این گلپسر رو اولین انتصابش بود که معاون اولش که خودش در دوره ریاست جمهوری سرشو بذاره زمین بمیره این میشه رئیس جمهور بابای این. لیست شرکت هایی که گلپسر محمد مخبری یا توشون رئیس هیئت مدیره است یا مدیر عامل اینا هستن: نسیم سلامت قزوین، توسعه گردشگری آتیه خاورمیانه، پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد، سلامت الکترونیک نسیم، نسیم سلامت پاسارگاد، پارس فارند پاسارگاد، نسیم سلامت خاتم،
گروه سرمایه‌گذاری میلاد شهر. این گلپسر فرزند برومند محمد مخبر، منصوب رهبر معظم در ستاد اجرایی فرمان امام و منصوب رئیس جمهور جدید فساد ستیز نظام مقدسه. تعیین معاون اول رئیس جمهور رأی مجلس رو نمیخواد، در نتیجه بحث مجلس یا با دولت اصلا هیچ بحث و فحصی نداره، فقط اگه خامنه‌ای نخوادش رئیس جمهور باید یه فکری به حالش بکنه. این ماجرا یه بار دوره احمدی نژاد آخر اتفاق افتاد دیگه، مشایی معاون اول بود، رهبرشون نمیخواستش، احمدی نژاد هم برکنارش نمیکرد، اون ماجرای جریان انحرافی و پیامدهاش از همونجا شروع شد. حالا با همه فساد آشکاری که محمد مخبر داره و من فقط اندکیشو گفتم، مثلا اشاره نکردم به پرونده 31 میلیارد دلاری قرارداد ترکسل با ایران و قرارداد ایرانسل با MTN آفریقای جنوبی توسط همین محمد مخبر و رشوه‌خواری های کلان و دستگیری یوسف سالوجی سفیر پیشین آفریقای جنوبی در ایران بعد از برگشتنش به آفریقای جنوبی در این رابطه، سر رشوه‌خواری که رشوه‌هایی که این مخبر و اینا داده بودن بهش. من اشاره نمی کنم به بدهکاری 85 میلیارد تومانی همین گلپسر محمد مخبر به بانک پاسارگاد که مال خودشونه، بدون وثیقه گرفته و نداده. اینا مواردی نیست که رهبر معظم ازش بی اطلاع باشه، اینا خیلی هم سر صدا کرد اتفاقا تو رسانه. یا ابراهیم رئیسی دستگاه قضایی و حالا رئیس جمهور ندونه این چیزا رو، مخصوصا این اون انتصاب محمد مخبر به معاون اولی ابراهیم رئیسی و تبریک نامه هایی که از ذرات کشوری و لشکری برای مخبر آگهی دادن کافی است برای دانستن کسانی که هنوز شک دارند که اینا تجسم فساد و خیانت به مردم هست. ببینیم برای که همدستی محمد مخبر رو با علی خامنه‌ای در پیوند با واکسن کرونا، یعنی در قتل عمد ده‌ها هزار نفر از مردم ایران در این چند ماه اخیر بدونید، بذارید در رسانه‌های خودشون براتون بخونم در این فرصت کوتاهی که هنوز داریم. با آغاز شیوع ویروس کرونا در جهان و اعلام همه‌گیری جهانی این ویروس، همزمان با بسیاری از کشورها دولت ایران نیز اعلام کرد که در پی دستیابی به تکنولوژی ساخت واکسن است و در ابتدا از خرید آن اجتناب خواهد کرد. مسئله ای که در طول ماه‌های آخر دولت دوازدهم به پاشنه آشیل تمام عیار دولت روحانی تبدیل شد. اما شاید کمتر کسی می‌دانست که یکی از تئوریسین‌های تلاش برای رسیدن به واکسن ایرانی محمد مخبر بوده است. با بالا رفتن میزان مرگ و میر کرونا و عدم دستیابی به موقع به واکسن در اردیبهشت 1400، حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور وقت خبر از دستور تهیه فوری واکسن داد. اما این حقیقت که با مشاوره های محمد مخبر به عنوان رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و تلاش او برای رسیدن به بنیاد برکت به واکسن کرونا، رسیدن بنیاد برکت به واکسن ضد کرونا، زمان طلایی اسفند 99 تا اردیبهشت 1400 برای خرید و تهیه واکسن های کرونا از دست رفت غیر قابل انکار است. در نهایت و پس از آنکه گفته شد مبلغی معادل 1 میلیارد دلار توسط بنیاد برکت از دولت دریافت شده است، محمد مخبر در 26 خرداد 1400 در نامه‌ای به مقام رهبری ورود ایران را به جمع کشورهای تولید کننده واکسن این ویروس اعلام کرد. نقدن 1 میلیارد دلار از بودجه دولت گرفته تا واکسن بسازه و با زوری که داشته است به دلیل اینکه زیر سایه آقای امام خامنه‌ای داره زندگی میکنه، رشد میکنه، اداره میکنه اوضاع رو، بنابراین انحصار تولید واکسن کرونا رو هم در ایران گرفت. حالا من اصلا کاری ندارم که مورچه چیه کله پاچهش باشه یا نمیدونم یه واکسن چقدر به درد میخوره، اصلا من کاری به این مسئله پول که اینا دنبالشن فقط. در تیمی که داره رئیسی جمع میکنه با نظر رهبر معظم، میدونین دیگه، یک فهرستی رو داد همین که گفتن فعلا غیر رسمی است و دولت مجلس باید روش بحث کنه، هنوز فهرست قطعی داده نشده. به هر حال دست کم نصفشون همون تیم احمدی نژادن، دولت احمدی نژاد که خامنه‌ای هم خیلی بهشون علاقه داشت.
به وزرای کابینه رئیسی بعد از اینکه مجلس مهر زد روشون بعدن خواهم پرداخت. و یه نکته بگم که تصادفی نیست اگر نیمی از تیم دولت رئیسی از تیم احمدی نژادن، از تیم دولت احمدی نژادن، یعنی از تیمی هستن که مدیریت جهادیش به اصطلاح 700 میلیارد دلار پول خزانه دولت رو به صفر رسوند در طول دوره زمامداریش و باعث شد جهان تا آستانه جنگ با ایران پیش بره. اینایی که رئیسی میخواد وزیر کابینش بشن متخصصن در دور زدن تحریم، یعنی در قاچاق و حیف و میل کردن ثروت ملی ایران. بابک زنجانی محصول همین تیم بود و تصادفی هم نبود که محمود بهمنی که رئیس بانک مرکزی دولت احمدی نژاد بود بعد از دوره احمدی نژاد رفت ستاد اجرایی فرمان امام، شد بر دست محمد مخبر، مشاور عالی محمد مخبر. بریم پرده آخر. من به فقیر کمک کنم کی باید بدم مزد بده؟ خدا. خود خدا گفته زیارت مسائل عزاداری امام حسین هیچی ثوابش به اون نمیرسه، یعنی خود پیغمبر در حق گشنگی میمیره خود خدا میگه برو زیارت امام حسین بذار پیغمبر بمیره، خودش داره میگه با خودم در نمیاره میره. شب و روزگار خوش.